سرخط خبرها. واکنش قاطع وزیر خارجه ایران به بیانیه ضد ایرانی عرب و روسیه. ادعاهای یک مقام تازه آمریکایی علیه ایران. و ادامه بمباران کیف همزمان با برگزاری نشست سران ناتو. به این بحثه خبری از پیک خوش آمدید. وزیر امور خارجه در واکنش به بیانیه گفتگوهای راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در مسکو و طرح ادعا درباره جزایر سگانی ایرانی تصریح کرد: بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم. به گزارش روز چهارشنبه از فارس، صبح امروز 21 تیر ماه الکسی ددوف سفیر فدراسیون روسیه در تهران توسط علیرضا عنایتی دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه به این وزارتخانه احضار شد. احضار سفیر روسیه در پی مطلب مندرج در بیانیه پایانی ششمین دور گفتگوهای راهبردی وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مسکو درباره جزایر سگانه ایرانی صورت گرفت و در این دیدار مراتب اعتراض ایران به وی ابلاغ شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم در پی احضار سفیر روسیه به وزارت امور خارجه تصریح کرد: بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم. مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این به کرات جزایر سگانه را جزء لاینفک و جدایی ناپذیر و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران خوانده و هر گونه ادعایی را در این زمینه محکوم کردند. به گزارش فارس، نشست مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در مسکو برگزار شد. در بیانیه مشترک این نشست باز هم درباره جزایر سگانی ایرانی مطالبی عنوان شد که واکنش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت. در این نشست از تلاش‌های امارات عربی متحده برای راه حل مسالمت‌آمیز به منظور حل مسئله جزایر سگانی، تنب بزرگ، تنب کوچک و بومسا از طریق گفتگوهای دو جانبه و یا مجامع بین‌المللی حمایت شده است. عنایتی در احضار سفیر روسیه به وزارت امور خارجه با تاکید بر تعلق ابدی جزایر سگانی ایرانی با موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به خاک جمهوری اسلامی ایران، خواستار تصحیح موضع فدراسیون روسیه نسبت به این موضوع شد. سفیر روسیه در تهران هم ضمن تاکید بر احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران گفت که مراتب را در اسرع وقت به مسکو منتقل خواهد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز سه‌شنبه 20 تیر ماه مطالب مندرج در بیانیه مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در خصوص جزایر سگانی ایرانی را مردود خواند و بر تعلق ابدی این جزایر به ایران تاکید کرد و گفت صدور این گونه بیانیه ها با روابط دوستانه ایران و همسایگان مغایرت دارد. به افسود جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر استمرار سیاست حسن همسایگی و احترام متقابل توسعه و ثبات منطقه را مسئولیت جمعی کشورهای منطقه می‌داند. گزینه تصدی عالی ترین مقام نظامی آمریکا در جلسه استماع سنا ادعا کرد که با توجه به اینکه ایران خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند، حفظ حضور نظامی واشنگتن در این منطقه ضروری است. به گزارش رویترز، چارلز براون که برای تصدی عالی ترین مقام نظامی آمریکا به مجلس سنای این کشور معرفی شده، در یک جلسه علیه ایران موضع گرفته و گفته که حضور نظامی آمریکا در منطقه در غرب آسیا باید ادامه یابد. این جنرال از طرف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای جایگزینی جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا تعیین و به مجلس سنا معرفی شده است. با روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته امور مسلح سنا حضور یافت. یک سناتور آمریکایی از او سوال کرد با توجه به مسئولیت‌های رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا آنطور که در قانون برشمرده شده است، آیا سوابق، تجربه و تخصص دارید که واجد شرایط شما برای خدمت به عنوان رئیس ستاد مشترک باشد؟ این نظامی سیاه‌پوست که سابقه فرماندهی نیروی هوایی آمریکا را دارد، در پاسخ به این سوال به موضع‌گیری علیه ایران، چین، روسیه، کره شمالی پرداخت و این کشورها را چالش امنیت ملی آمریکا توصیف کرد. نامزد تصدی عالی‌ترین منصب نظامی در آمریکا در بخش دیگری از این جلسه استماع در مجلس سنای آمریکا باز هم علیه ایران موضع‌گیری کرد. او گفت: در سنتکام من همکاری با شرکای منطقه‌ای خود را در اولویت قرار خواهم داد که منجر به افزایش توانایی آنها برای بازدارندگی و دفاع در برابر ایران شود. یک سناتور آمریکایی از چارلز برام سوال کرد تا چه حد دستیابی به منافع امنیت ملی ایالات متحده در خاورمیانه مستلزم حضور مستمر نظامی ایالات متحده در منطقه است.
وی در جواب گفت راهبرد امنیت ملی آمریکا به وزارت دفاع دستور می‌دهد که حضور نظامی ضروری آمریکا در منطقه را برای محافظت از ایالات متحده و متحدانمان در برابر حملات تروریستی و حفظ توازن قدرت منطقه‌ای حفظ کند. خاستگاه و منشأ القاعده در شبه جزیره عرب و داعش خاورمیانه هستند و هر دو مسئول حملات به ایالات متحده و متحدان ما هستند. ایران خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند و امنیت منطقه را از طریق نیروهای نیابتی خود و تمایل به دستیابی به سلاح اتمی تهدید می‌کند. ما باید سطح کافی از حضور نظامی ایالات متحده، منافع ایالات متحده و کمک به ایجاد قابلیت امنیتی بومی شرکای منطقه‌ای خود حفظ کنیم. خبرگزاری رویترز در خبری از جنگ روسیه و اوکراین نوشت همزمان با برگزاری نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ویلنیوس پایتخت لیتوانی حملات روسیه به اوکراین ادامه داشته و در دومین روز از حملات جدید مسکو کیف را بمباران کرده است. در خبر این خبرگزاری آمده است روسیه ساعتی پیش از مقامات ولادیمیر زلنسکی با سران کشورهای عضو ناتو برای دومین روز پیاپی اقدام به بمباران کیف با استفاده از پهپادهای انتحاری کرد. بنابراین گزارش سرهی پوپکو رئیس مدیریت نظامی کیف در پیامی اعلام کرد در 504مین روز از حمله همه جانبه فدراسیون روسیه به اوکراین امروز حملات دیگری به کیف انجام شد. رویترز نوشت بنابر اطلاعات اولیه از ارتش اوکراین این حملات هوایی تاکنون خسارات مالی و یا تلفات جانی و مجروحی در بر نداشته است. با این حال آژیر هشدار حمله هوایی به مدت 2 ساعت در کیف و سراسر اوکراین به صدا درآمد و این در حالی بود که سران ناتو در لیتوانی گرد هم آمدند. این گزارش می‌افزاید شب قبل از نیز روسیه 28 فروند پهپاد را به سمت کیف و بخش‌هایی از جنوب منطقه اودسا اعزام کرده بود. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز گذشته تنها وعده داده بود که اوکراین پس از برآورده کردن تمام شرایط پیش نیاز به این ائتلاف ملحق خواهد شد. استولتنبرگ در سخنان خود در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو گفت اوکراین را برای پیوستن به ناتو دعوت خواهیم کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز در واکنش به این سخنان از اینکه ناتو مسیر مشخصی برای پیوستن کیف به این ائتلاف نظامی مشخص نکرده انتقاد کرد و در توییتی نوشت ما برای متحدانمان ارزش قائلیم اما اوکراین هم لایق احترام است. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر بدرود.